برگزار میشد. مردم کابل مثلا نوروز را از چند روز قبل به تجلیل میشیشن. شبها مخصوصا جوانا با برگزاری محافل گوناگون تا رسیدن نوروز، نوروز استقبال میکردن. شبهای به نام شبهای برات که از جمله پرخاطره ترین و دلچسب ترین شبها بود، حداقل با آن که برات یک شب می بود اما سه شب چهار شب این تجلیل می شد. از سوی خانواده ها، از سوی جوان ها، از سوی یعنی لایه های مختلف این تجلیل می شد و به استقبال گرفته می شد. مثلا در ماه مبارک رمضان، در وسط های ماه مبارک رمضان، جوان ها ابتکار می کردن برنامه های بسیار جالب و دلچسب کمدی و هنری را رو اندازی می کردن. بعد از افطار و بعد از نماز تراویح اینا خانه به خانه می آمدن با وسایل و اسباب موسیقی، عمدتا ارمنیا و زیربغلی و چیزهایی به مانند شبیه مو جوکرا جور می کردن، می آمدن خانه به خانه. و او شبهای یعنی شبهای رمضانی که در چند شب رمضان یه تجلیل می شد، به حدی دلچسب بود برای خانواده ها، برای باشندگان کابل که برای رسیدن رمضانی از شروع رمضان خانواده ها آمادگی می گرفتن، میوه خشک تهیه می کردن، شیرنی باب تهیه می کردن تا جوانایی که برای رمضانی می بر علاوه که یک مقدار پول به اونا داده می شد، میوه خشک و شیرنی باب هم به اونا داده می شد. و رواج های میشه بگویم دلپذیر در مراسم های خاص، مثلا در جشن نوروز شتر جنگی بود، یعنی کارهای یعنی مصروفیت های بسیار دلچسب به عنوان عرف میراثی و عرف تاریخی در میان مردم کابل بود که زیب و زینتش واقعا استثنایی بود. سپاسگزار هستم از همه دوستا. با اجازه جناب دکتر امین فرهنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، همه اعضای رهبری نهاد خدمتگزاران کابل، ما در نشست اختصاصی امروز کمیته فرهنگ بر یک بخشی از برنامه هایی که مربوط میشه برای معرفی مجدد کابل از زوایای مختلف، از فرهنگی، هنری، تاریخی، سیاسی و حتی مسائل مربوط به پیشینه های اقتصادی کابل. دوستا، کابل آینه افغانستان است. افغانستان در 50 سال پسین از یک زاویه متاسفانه ضعیف تبارز کرد. یک بخش عظیمی از تاریخ سربلند این سرزمین و در رأس کابل از نظرها افتاده، فراموش شده. نه تنها جهانیان بلکه نسلهای کنونی در کابل و در افغانستان بر خیلی از افتخارات، دستاوردها و سربلندی هایی که این سرزمین به نام کابل تاریخی داشته آگاهی ندارند. نهاد خدمتگزاران کابل که از نامش هویدا است، وظیفه خود می داند تا وارد اقدامات عملی و مفید شود برای معرفی حقیقی کابل، هم برای جهانیان و هم برای نسل کنونی. استفاده از منابع
تاریخی و منابع تحقیقاتی در سطح منطقه و در سطح کابل. حتما شما در گفتار دانشمندان ما دقت کردیم که کابل هزارها سال، یعنی چند هزار سال پیشینه داره. کابل عامل یک بخشی از مدنیت بسیار بزرگی است در کره زمین. شما به آثار کهن این سرزمین از جمله ریگویدا مراجعه بکنین، در ارتباط با کابل ذکر شده. شما در شعر شاعرای بزرگ و نام‌آور زبان دری فارسی وقتی مراجعه میکنین، فردوسی بزرگوار از کابل یاد کرده. ما از طریق برنامه هایی که به خدمت شما ذکر کردم و کوشش میکنیم منابع و نهادها و شخصیت ها و محققین و دانشمندان را همچنان دعوت بکنیم تا با استفاده از شیوه های گوناگون یک بار دیگه تاریخ واقعی کابل، نقش کابل در رشد فرهنگ انسانی، نقش کابل در مدنیت انسانی به معرفی بگیریم، تا جهانیان باید بدانند که کابل در دامان خود بهترین مبارزین آزادی خواه، بهترین پهلوانان چون رستم به تاریخ عرضه کرده. کابل بهترین شاعران، بهترین نویسنده ها، بهترین دانشمندا، بهترین علما و روحانیون تقدیم تاریخ کرده. کابل زنان و جوانان مبارز و فرهنگی و وطن دوست تقدیم تاریخ کرده. چیزی که به نظر من بسیار مهم است این است که در این مقطعی که ما قرار داریم، این که کابل چی بود و چی شد، او در زمانهای بسیار قدیم را اونا را نگه ما پس تغییر هم دادن نمیتونیم، پس آوردن نمیتونیم، اما یک کار کردن میتونیم. و عبارت از این است که ما در پالوی سایر فعالیتهای خود که برای احیای مجدد کابل به حیث پایتخت افغانستان ضروری است، باید از به این نقطه هم رسیدگی کنیم و از مجامع مسئول در افغانستان سوال کنیم که در طی همین جنگ ها و کشمکش های داخلی چرا مردم کابل مخصوصا که از مهمان نوازی هیچ وقت رو نگشتانده بودن، چرا قربانی ارث و آز و چور و چپاول یک تعداد محدود قرار گرفت. حقوق بشر پایمال شد، حقوق مردم کابل مخصوصا صدمه دید. این مسائل و سوال هاییست که باید است که نهاد ما به این هم رسیدگی کنه. در قسمت عرضه خدمات برای عامل منفعه ما از هیچ گونه تلاش و سعی دریغ نخواهیم کرد، اما در مسائل احقاق حقوق حقی مردم کابل که متاسفانه پایمال شدن، در اینجا هم ما توجه مقامات رسمی و غیره نهادها را میخواهیم و مخصوصا این ندا و این صدا را به سایر نهادهای مدنی میکنیم که در برآورده شدن اهداف و اهداف ضروری که به خیر و رفاه مردم کابل باشه با ما همکاری کنند. همکاری خود را یک جای بسازیم، فعالیت های خود را یک جای بسازیم تا بتانیم که به کابل و کابلیان برسیم. البته وقتی که من از کابلیان صحبت میکنم، مقصد من تنها این نیست که همون کسی که پدر و پدرکلان و اجدادش تنها در کابل بوده. کابلیان کسانی هستند که در اینجا بودن، از هر جای افغانستان که آمدن زندگی کردن، کار کردن، زحمت کشیدن، مالیه دادن، زحمات قبول کردن. کلی از اینها به نظر ما کابل است. از کابل شروع میکنیم، وقتی کابل اصلاح شد یقین داشته باشین که تمام افغانستان اصلاح میشه. کابل مرکز ارزش های فکری، فرهنگی، ادبی، علمی و تاریخی منطقه در خط مناسبات اجتماعی و جغرافیایی منطقه است. در اینجا ما ارزش های بسیار عالی داشتیم که همه متون در زیر طاق ها و رواق ها شده، باید بیرون کشیده شود، سر از این بحث شود، صحبت شود. شخصیت های متبارز ما که جلوه نمای ارزش های فکری
منطقه در کابل بودند اینا فراموش شدند، باید برملا شوند، متجلی شوند، متظاهر شوند و به دست اندیشه و تفکر اندیشمندان روی داشتم. امروز ما شاعر داریم، نویسنده داریم، ادیب داریم، البته به شکل الگو عرض می کنیم، یعنی شعرا، ادبا و نویسنده، علما داریم، هر چیز داریم، اما این ارزش ها وابسته به اون ارزش های دیروزی ماست که از اون مایه گرفته و امروز به مایه دقیق رسیدن. اونا باید متجلی شوند، اونا پینمای ارزش های فکری دیروز ماست که امروز واقعیت بخشیدن. سر از این بحث نشده، کاری صورت نگرفته، دیدگاه های متبارز نشده. ما فکر میکنم که در این مورد اگر برای برنامه های بعدی که این کاری صورت میگره، گپ بسیار ارزشمند و قابل توجه هست، برای اینکه امی کابل که مرکز مدنیت منطقه در اینمی چارچوب جغرافیای منطقوی است، در افغانستان است، این باید متجلی شود. فقط گپ آخری من است. به نمایندگی از نهاد خدمتگزاران کابل، رهبری نهاد خدمتگزاران کابل، به نمایندگی از مردم نجیب کابل اجازه بدین که استثنان از مسئولان تلویزیون وزین آریانا به منظور اجرا یا ایجاد برنامه بسیار ارزشمند من سپاسگزاری بکنم و از اونها برای تحقق اهدافشان برایشان آرزوی موفقیت بکنم. آرزو دارم که سایر رسانه ها در پالوی زحمات دیگری که متقبل میشن به منظور آگاه ساختن مردم افغانستان از سرنوشتشان، همانند تلویزیون آریانا یک بخشی از فرصت خود باید برای معرفی تاریخ حقیقی این سرزمین که مملو از افتخارات است اختصاص بدن. تشکر میکنم از همه دوستان.